اما به دنبال انفجارها در شهر دونتسک در منطقه دانباس در شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه است، رهبران این مناطق از ساکنین غیر نظامی روسیه خواستند تا به روسیه برن و فرمان بسیج عمومی صادر کردند. همینطور که می‌بینیم منطقه دانباس در شرق اوکراین و در غرب روسیه قرار داره و عمدتاً شامل دو استان دونتسک و لوهانسک میشه، اگرچه بخش شرقی استان دنیپروپتروفسک رو هم گاهی بخشی از همین منطقه به حساب میارن. مساحت دقیق این منطقه هم البته مشخص نیست. مردم منطقه دونباس به لحاظ فرهنگی به روسیه نزدیکن و زبان روسی هم زبان غالب در این منطقه است. در شبه جزیره کریمه هم بیشتر مردم به زبان روسی حرف میزنن. منطقه دونباس به خاطر منابع زغال سنگش که از چند قرن پیش کشف شده هم خیلی مورد توجه قرار داره. ذخایر زغال سنگ این منطقه 90% از کل ذخایر اوکراین، هرچند که رئیس جمهور وقت اوکراین در سال 1396 خرید زغال سنگ از معادن این منطقه رو به خاطر اینکه تحت کنترل جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک هستن متوقف کرد. این دو جمهوری خودخوانده بعد از درگیری‌هایی که بین طرفداران نزدیکی بیشتر به اروپا و هواداران روسیه رخ داد در سال 1393 اعلام استقلال کردند. بین این دو جمهوری و نیروهای ارتش اوکراین بارها توافقات آتش بس منعقد شده، مثل توافق مینسک 1 و 2 که جدایی خواهان میگن بر اساس اونها دولت اوکراین باید حکومت خودگردان این دو جمهوری رو به رسمیت بشناسه. روسیه به عنوان حامی جدایی خواهان سیستم فدرالی رو پیشنهاد کرده، اما دولت مرکزی اوکراین این پیشنهاد رو نپذیرفته. با وجود توافقات آتش بس درگیری ها در طول این سالها ادامه داشته. دولت اوکراین با تروریست خوندن جدایی خواهان درخواست های اونها رو خواهی میدونه و جدایی خواهان هم اختلافات درونی دولت اوکراین، ارتش کم تجهیزات این کشور و وضعیت اقتصادی نامناسب رو عواملی میدونن که در آینده به شکست دولت و کوتاه اومدنش در مورد استقلال منطقه دونباس منجر میشه. حالا باید دید آیا تلاش‌های دیپلماتیک میتونه به یک راه حل مورد توافق همه منجر بشه و از شدت تنش‌ها در اوکراین کم کنه یا نه. آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از تفلیس با ما همراه شد. آقای عزیزی، جدایی طلبان و جدایی خواهان شرق اوکراین از نظر تاریخی از کی پدید اومدن، چه تعلقاتی دارن و چرا حمایت میکنن از روسیه؟ خب ببینید، اوکراین البته به این در مرزهای کنونی اصولا بعد از فروپاشی امپراتوری تزار و در واقع با پا گرفتن اتحاد شوروی پا گرفت، ولی خب اون مناطق شرقی همیشه مردم روس زبان داشتن و خب یک ویژگی های فرهنگی داشته به علت خب خیلی مناطق صنعتی هست و اینها. اما در پی در واقع سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 و شکل گرفتن روسیه و اوکراین مستقل بر اساس همون مرزهایی که در اون در واقع دو جمهوری سوسیالیستی روسیه و اوکراین بخش از شوروی بودن، همیشه تنش های مختلف درونی اوکراین و از این موقع بر رابطه بین روس زبان ها و اوکراینی زبان ها هم تاثیر گذاشته. ولی به هر حال از سال 2014 و با تشویق پوتین در رهبری کرملین که از سالها قبلش بود، از سال 2014 شاهد شکلگیری این دو جمهوری جدید بودیم که خودش رو نوروسیا و در واقع روسیه نو میدونن و عملا خواهان یک نوع اتحاد و وحدت با روسیه هستن و میشه گفت اینها رو بخشی از گرایشی هستن که میشه اینها رو منکر اوکراین دونست. اینی هستن معتقدن که اوکراین به عنوان یک ملت وجود نداره و در واقع روسیه کوچک هست و حرفای این چنینی که قاعدتا به سیاق بسیاری از اوکراینی ها که مبارزات طولانی برای استقلال کشورشون کردن خوش نمیاد. اما مبارزاتی که این گروه ها در طی سال ها داشتن، انتقاد ها، مخالفت هاشون معمولا متوجه چه چیزهایی بوده و فعالیت های مبارزانشون به چه صورتی بوده؟ ببینید، این مناطق شرق نشین به هر شکل یک واقعیتی وجود داره، یک اقلیت روس زبان در کشور اوکراین زبان وجود داره در واقع در کشور اوکراین و خب مثل بسیاری از اقلیت ها اینها هم گاهی اوقات تحت به اصطلاح تبعیض‌هایی بودند. اما واقعیتش این هستش که روسیه در 20 سال اخیر در زمان آقای پوتین یک سیاستی رو در واقع پیش گرفته و اون استفاده از اقلیت‌های مختلف، حالا چه روس زبان اونجا باشه، چه آبخازی‌ها و اوسیتی‌های جنوبی در گرجستان، همین کشوری که من الان هستم، چه ترانسنیستریا در مولداوی، در واقع سعی می‌کنه
تنش به وجود بیاره در کشورهای منطقه و جلوی رشد ناتو رو بگیره. علت اصلیش هم این هستش که در واقع نگران این هستش که گرایش های غربی، گرایش های دموکراتیک، چون روسیه یعنی گسترش اتحادیه اروپا هم همون هستش دیگه، دعواش با اوکراین اصلا از سر اتحادیه اروپا اول شروع شد قبل از ناتو، آقای پوتین اینها رو تهدیدی برای کنترل خودش میدونه. بنابراین مثل بسیاری چیز در خاورمیانه و جاهای دیگه هم میبینیم، از یک سری خواستهای مشروع اقلیت روس زبان در مورد تبعیض و از مناقشاتی که در اوکراین وجود داشته در این سالها که بسیار بوده، روسیه در واقع آمده استفاده کرده تا این تخاصم‌ها رو به وجود بیاره و در واقع از این جمهوری‌های خودخوانده حمایت بکنه و همونجور که میدونید شاید با توجه به رأی که مجلس دادن حتی شاید بره به این سمت که بخواد اونها رو به رسمیت بشناسه، کاری که قبلا در آبخازیا و آستای جنوبی در خاک گرجستان انجام داده و بسیار به هر حال تهدید مهمی است برای صلح در منطقه و برای حق حاکمیت و استقلال اوکراین و سایر کشورهای منطقه. آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از تفلیس، ممنونم از شما.